انقلاب اسلامی رخ داده و این انقلاب اتفاق افتاده که مثلا در مورد امر حجاب بالاخره درخواست مردم بوده که عقلانیت حجاب ترویج پیدا بکنه، در واقع عفاف در جامعه ما بیشتر بشه، از اون چیزی که بی‌بندوباری در حکومت قبلی خونده میشه فاصله بگیره و عقلانیت حجاب در جامعه محقق بشه. 30 سال گذشته من مطلب خودم نگاه میکنم، من نمیبینم که حداقل عقلانیت حجاب محقق شده. آیا این جنبندی من جنبندی درستیه؟ قبول دارید این شما؟ عقلانیت حجاب 30 سال درست ترویج نشده یا خود حجاب؟ من به خروجی فرهنگی جامعه هم نگاه میکنم. خود حجاب یا عقلانیتش؟ بله به خروجی نگاه میکنم، میگم که 30 سال گذشته از انقلاب اسلامی. مثلا شما اینو خیلی شنیدید، یعنی حجاب ترویج نشده به خوبی؟ من نمیدونم، این آسیب شناسی که با خاطرش این برنامه ساختیم میخوام بشینیم گپ بزنیم. من میگم به خروجی فرهنگی جامعه نگاه میکنم. بذارید مثال بزنم. من یک مسابقه با مردم، مسابقه در تلویزیون دیدم مردم انجام میدن، همیشه تو برنامه پخش میشه که امروز هم داریم اینو در لابلای برنامه پخش خواهیم کرد. من خودم قبل برنامه یه لحظه فقط داشتم چک میکردم یه بار دیگه که در واقع چجوری تدوین شده، نگاه میکردم دیدم که همه تصویرهایی که من گرفتم به قول لوانگل، یعنی من از پایین دارم میگیرم، از بالا از کادری که دارم میبندم، بعد دیدم که این چقدر ناخودآگاه داره در من اتفاق میفته. من به خاطر اینکه تصویرم پخش بشه دارم تصویرهای لوانگل میگیرم. چرا؟ چون یک اقتضایی در جامعه ما داره اتفاق میفته که من تو تلویزیون نمیتونم اینا رو به تصویر بکشم. پس به نظر میرسه این خروجی ثمره چه چیزهایی؟ همینو میخوام گپ بزنیم. این ثمره چیه؟ چرا اینطوری شده؟ اولا من در مورد حجاب عرض بکنم که میخوام بحث عقلانیت حجاب رو با خود حجاب جدا کنم. منظورم چیه عقلانیت؟ یعنی چون خیلی بهم میگن که از این لغته قلم مسلمه چرا تو برنامه‌تون استفاده میکنیم؟ ما نمیفهمیم سوالش. خب میخوام ببینیم خود حجاب وضعیتش در جامعه ما چه جوریه. الان یه گزارشی بخوایم از وضع حجاب بدیم، تحلیلی چگونه حجاب رو تحلیل میکنیم. در شرایطی که 30 سال حاکمیت مذهبی است و نسل‌هایی هر دهه بخوایم حساب بکنیم و هر سال بخوایم حساب بکنیم تو جامعه حضور پیدا کردن که دیگه چیزی به نام مذهب، دین، انقلاب اسلامی براشون تکراریه یا دموده است، طبیعتاً میتونن ازش خسته بشن، زده بشن، حتی باهاش ضدیت بکنن. این وضع طبیعی این 30 ساله. در شرایطی که مردم میتونن از حجاب خیلی زده بشن، شما مقداری دارید تو جامعه حجاب میبینید. اون مقدار رو من میخوام بگم تحت چه شرایطی دارید میبینید. در شرایطی که 30 سال ما هیچ خدمت خوبی به حجاب نکردیم، در یک سینما، یک فیلم سینمایی خوب برای حجاب منتشر نکردیم، حالا نساختیم، یک سریال تلویزیونی قوی مستقیما درباره حجاب نساختیم، جرأتش نداشتیم که بیایم چالش کنیم داستانمون اصلا با همین محور درگیریش سر این باشه. 30 سال هست که تهاجم‌های ضد حجاب به جامعه ما به صورت فزاینده‌ای رخ داده. 30 سال هست حوزه‌های علمیه در جهت تبلیغ حجاب کار شایسته بایسته‌ای انجام ندادن. 30 سال هست که ما کتاب هایی که در آموزش های دوران دبیرستان و راهنمایی میخواد حجاب رو ترویج بده، بنده میتونم عرض بکنم که یک متن قوی برای جا انداختن حجاب نداریم. پس این مقدار محجبه ها محصول چی هن؟ من اول میخوام از شما اجازه بگیرم که به اینا نگاه کنیم، اینا رو تقدیر کنیم، بعد بریم سراغ بقیه. این مقدار محجبه های ما معجزه است که محجبن. کی به اینا خدمت کرده؟ 4 تا شعار دادیم، 4 تا مثلا قانون اینور اونور به در دیوار زدیم و مردم عموما خودشون با دین تماس گرفتن، با متن دین، اعتقادات دینیشون این مقدار حجابی رو که هست پدید آورده. پس من قبل از اینکه بی حجابی رو بعد از 30 سال یک وضعیت، یک پدیده غیر طبیعی و عجیب بدونم، حجاب امروز جامعه رو عجیب میدونم. میگم خدای ما که کار خوبی نکردیم. این رو هم میگیرم ثمره انقلاب اسلامی. چرا؟ حالا این به انقلاب اسلامی چه ربطی داره؟ انقلاب اسلامی حداقل ثمرش این بوده، فیلم سینمایی نساخته، تلویزیونش در صورت با حجاب کار شایسته انجام نداده، آموزش پرورش کار نکرده،
حوزه‌های علمیه مثلا کتاب‌های قوی برای سن‌های مختلف، گزاره‌هایی که متناسب با گروه‌های سنی و گروه‌های فرهنگی مختلف باشن تولید نکردن. دانشمندانی که توی علوم انسانی فعال هستن نمی‌دونن پژوهش‌هایی رو توی این زمینه عرضه بکنن، در حالی که خیلی جا داره کار بشه. پس انقلاب اسلامی چی کار کرده؟ انقلاب اسلامی حداقل ثمرش این بوده و این خیلی ارزشمنده که جلوی تحمیل بی‌حجابی رو گرفته. فرق ما با زمان طاغوت اینه. زمان طاغوت یک جریان تحمیلگر برای ترویج بی‌حجابی داشت. الان اون تحمیل وجود نداره و این فرصت بوده که مردم با ایمان خودشون، با عقلانیت خودشون این مقدار حجابی که شما می‌بینید داشته باشن. وقت من به شما حالا بریم سراغ آمار عرض بکنم. از دانشگاه ها که آمار بگیریم، هر سال نسبت به سال گذشته مقدار نمازخونها و افرادی که مقید به ظواهر شرع هستن به صورت معناداری افزایش پیدا میکنه. من هر سال شاید حدود 15 سال باشه در اردوهای پیش دانشگاهی حضور دارم. دیگه الان کسانی که به صورت جدی دارن حجاب رو تو دانشگاه ها مطالبه میکنن خود دانشجو هستن. اصلا اینجوری نیست که شما ببینید مسئولین دانشگاه دارن درگیر میشن. خود دانشجوها و مطالباتشون اون قشر مذهبی، اون قشری که ما براشون کاری نکردیم داره سنگین تر میشه. پس ما میتونیم برای این 30 سال یک نمره مثبتی کنار بگذاریم، اما آیا این تمام توان ما و این تمام وظایف ما بود؟ نه. میتونیم بریم سراغ آسیب‌ها. چرا ما هنوز این مقدار بدحجابی داریم؟ چون ما اون کارهای لازم رو انجام ندادیم و در رأس اون حجاب رو اصلا درست تعریف نکردیم. اتاق فکرهایی که موظف هستن حجاب رو تعریف بکنن، تولید راهبرد بکنن به صورت محتوایی و بعد بیان برای اجرایی شدنش، تحقق پیدا کردنش تو جامعه، جاری شدن فرهنگ حجاب تو جامعه، به ساختارها قوانین نگاه بکنن و ریشه‌ای شروع بکنن کار خودشون درست انجام ندادن.